الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد از بیان نعمتهای فراوانی که خدای سبحان نسبت بنی اسرائیل روا داشت، هم از باب بشارت و هم از باب تبشیر و تنذیر بفرماید به این که بیاد نعم الهی باشید، یعنی شاکر باشید تا نعم الهی افزوده شود، و کفران نعمت نکنید، زیرا اگر کفران نعمت کردید گرفتار عذابی می شوید که رهایی از اون عذاب میسر نیست. این تکرار یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم برای آن شکر کنند، چون ذکر نعمت همونطوری که ملاحظه فرمودید به شکر نعمت برمی گردد. و این که فرمود نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی منعمتون را فراموش نکنید. در سوره فاطر به همه مردم خطاب فرمود یا ایها الناس اذکروا نعمت الله، اما درباره بنی اسرائیل یک خصیصه است که می‌فرماید نعمتی التی انعمت علیکم، چند بار خود را به اینها ارائه می‌دهد. می‌فرماید به یاد نعمت من باشید که من اون نعمت را بر شما روا داشتم، این نعمتم از بالا تنزل کرده است، لذا با کلمه علا یاد شده است، انعمت علیکم، یعنی از بالا این نعمت تنزل کرده است، پس به یاد این نعمت باشید. و یکی از برجسته ترین نعمت ها این بود که نه تنها ما شما را از شر فرائن مصر آزاد کردیم، بلکه به شما سلطنت دنیایی و اخروی دادیم و انی فضلتکم علی العالمین، از بین شما ما ملوک و انبیا مبعوث کردیم، سلیمان سلام الله علیه را ملک و ملکوت دادیم، داوود سلام الله علیه این چنین بود، اینا از شما برخواستن، رضا و انی فضلتکم علی العالمین، یعنی بر عالمین عصرتون نه بر جمیع عوالم، به شهادت این که همین ها که کفران نعمت کردن خدای سبحان درباره همین بنی اسرائیل می فرماد به این که ضربت علیهم الذلت والمسکنه، درباره همین بنی اسرائیل فرمود غضب الله علیهم، درباره همین بنی اسرائیل فرمود و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، تا روز قیامت اینا گرفتار اختلاف داخلی هستند، برای که در برابر این همه نعم که باید شاکر می بودن کفران نعمت کردن و دچار سخت این عذاب دنیایی شدن. در برابر این بشارت هایی که خدای سبحان رحمت کرده است، اونها را از عذاب قیامت می ترساند. می فرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، این ذکر خاص بعد از عام است، این فضیلت بر عالمین جزء برجسترین نعمت هایی است که خدای سبحان به بنی اسرائیل مرحمت کرد، چون با قرینه هایی که در بین هست و یاد شده است اینا ناظر به عالمین عصر است، به شهادت همون آیاتی که تلاوت شده است که زور بد علیهم و ذلت و المسکنه، معلوم شود ناظر به اون عصر است نه ناظر به جمیع اعصار. اونگاه فرمود وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ولا يقبلوا منها شفاعة ولا يؤخذوا منها عدل ولا هم ينصرون. فرمود از روزی بپرهیزی که احدی در اون روز به داد شما نمیرسد و از شما هیچ چیزی پذیرفته نمیشود و هیچ جایی برای داد ستد نیست، همه راه های نجات از عذاب در روز بسته است. انسان اگر بخواهد از عذاب برهد، یا خود قدرت دارد که میتواند دفاع کند، یا اگر خود قدرت ندارد که دفاع کند، روی مسائل قراردادی از قبیل تجارت و کمک مال و مانند آن میتواند از یک عذاب نجات پیدا کند، یا اگر مسائل مالی به مشکل او خاتمه نداد، رو روابط انسانی و قراردادهای اجتماعی که در جامعه ها مطرح است انسان از عذاب می رهد، یا اگر روی قراردادها نبود
روی پیوندهای اجتماعی نبود، یک عامل غیبی دستی از غیب بیرون می آورد و مشکل را حل می کند. می فرماید در قیامت هیچ یکی از این راههایی که انسان را از عذاب خدا برهاند نیست. نه خود انسان قدرت دفاع دارد، نه یکی از بستگان و ارحام او به فکر او، نه مسئله قرار داد و تجارت و خرید و فروش مشکل انسان را حل می کند، نه ناصر و یاور پیشبینی نشده‌ای در بین است که مشکل انسان را حل کند. هیچ راهی برای حل مشکل انسان در قیامت نیست. در قرآن کریم راجع به قیامت بحث‌های فراوانی دارد که یک مقدار از اون بحث‌ها ناظر به تشدید عذاب قیامت است، یک مقدار از اون بحث‌ها ناظر به آن است که تمام راه‌های نجات بسته است. اون آیاتی که ناظر به بیان شدت عذاب قیامت است، نظیر این زلزلت ساعت شیعون عظیم یا فتق و یومن یجعل الولدان شیبا، روزی که کودک را پیر می کند، روزی که عالم می لرزد، در اون روز عذابش قابل تحمل نیست، زیرا عذاب کننده خداییست که قهری مانند قهر خدا نخواهد بود. اضافه بود لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فوری عذاب قیامت بیان شد که قابل تشبیه و تمثیل نیست که انسان عذاب قیامت را با یکی از عذابهای دنیا تشبیه کند. اصولا فرض ندارد که انسان در دنیا یک عذابی بیافریند که مثل عذاب قیامت باشد، چون حتی اونهایی را که در اخدود و کانال عذاب سوزندن، اونها در پیشگاه خدا راحت بودند، در برابر عقلشون، وجدانشون احساس نشاط میکردن در این حال که بدنشون داشت میسوخت. اصحاب اخدودی که در اون کانال سوختن در این حال که جسمشون میسوخت، امید این داشتن که به پاداش الهی برسن. یا احیانا دیگران را که در دنیا عذاب می کنن، اینها به امید این که این شکنجه و عذاب اینها روزی مشکل را حل کند، این عذاب اونها برای اونها گوارا. اما در قیامت انسان می بیند که باطل بود و حق با انبیا بود و می بیند که این عذاب تمام شدنی نیست و باعث خزی و رسوایی دائمی او، لذا به هیچ وجه نمی شود نمونه از اون عذاب قیامت در دنیا ترسیم کرد. لذا فرمود لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. نه احدی مثل خدا تعذیب می کند، نه احدی مثل خدا در بند می کند. پس از نظر شدت عذاب طوری نیست که انسان بتواند مشابه اون را در دنیا پیدا کند. اما بخش دیگر آیاتی است که تمام راه‌های نجات را می‌بندد. نگد احدی به داد انسان نمی‌رسد، چون هر که در قیامت هست مشغول کار خودش است. هم نیکان مشغول کار خودشونن، هم بدا. این را در آیه سوره عبس مشخص فرمود. در آیه 37 به بعد سوره عبس این است: لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. هر کس در قیامت کاری دارد که اون کار او را سرگرم میکند، هم بدان سرگرم کار خودن به فکر دیگری نیست، هم نیکان. اما نیکان وجوه یوم اذن مسفره ضاحکه مستبشره. اینا مشغول نعمتن، مشغول لذتن و غرق لذتن، به فکر احدی نیستن، چون در اون روح به فکر انسان رنج کشیده بودن جرم است، چون هیچ کس در اون روز رنج نمی کشد مگر ظالم. لذا نیکان به فکر اهل عذاب نیستن، چون اگر بخواهن به فکر اهل عذاب باشن، این فکر اهل عذاب بودن نقص است. اونها در محکمه عدل اله ظالم شناخته شده و به فکر ظالم بودن نقص است. لذا بهشتیان و متنعمان به فکر ظالمین نیستن. اینا سرگرم نعمت. بله، برای آن است که به او بگویند که
این جریانی که الان میکشی این دروغ بود، نه اینکه به فکر اونها باشند برای استخلاص اونها تلاش بکنند. یک بهشتی به دیگران میگوید که کانلی قرین، من یک دوستی داشتم که ما را در برابر مسائل دینی استهزا میکرد، شما از او خبری نداری؟ فتل آخر رعاه فی سوائل جهی، از بالا اشراف پیدا کرد و او را در وسط جهنم دید. اونگاه میفرماد دیدی حق با ما بود؟ این چه نیست که نیکان در اون روز به فکر اهل عذاب باشند، چون کسی که در قیامت معذب شد معلوم شده است که مشکلات برزخ، مشکلات احتضار مانند اون نتوانست او را از عذاب برهاند. او در عدل اله ظالم شناخته شد و چون ظالم شناخته شد صحیح نیست که کسی به فکر ظالم باشد. بحث شفاعت بخواست خدا یکی از بحث‌های رسمی این کریمه هست که مطرح می شود. بنابراین نیکان به فکر اهل عذاب نیستن، بدانم که گرفتار عذاب خودشون هست. لذا در این کریمه فرمود لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، هر کسی مسئول کار خودش، هم نیکان سرگرمن هم بدا، اما نیکان سرگرمیشون به این است که وجوه یوم اذن مسترت و ضاحکت و مستبشرت، عده‌ای با چهرهای روشن و استار و نورانی و با بشارت و لبخند بر لب سرگرم نعمتن، چون فی شغل فاکهو. پس این گروه که اهل بهشتن به فکر اهل عذاب نیستن. گروه دیگرم که وجوه یوم اذن علیها غبرت ترهقها قطره اولای که همول کفرت الفجره، اونا که قبارالودند و گرفتار عذابند، اونا که به فکر دیگران نیستن. پس هیچ کسی در قیامت به فکر دیگری نیست، و اگر در قیامت کسی بخواهد به فکر دیگری باشد باید به اذن خدای سبحان باشد، چون قیامت روزی نیست که کسی بدون اذن خدا بتواند سخن بگوید. این را در کریمه یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنها بیان فرمود. فرمود روزی در پیش دارید که احدی بدون اذن خدای سبحان سخن نمیگوید. آیه 105 سوره هود این چنین است: یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنه، هیچ کسی حق سخن ندارد مگر به اذن خدا. نظیر دنیا نیست که هر که هر چی خواست بگوید. فمن هم شقیون و سعید، اونگاه شقاوت و سعادت حکم کیست در آیات بعد بیان فرمود. پس قیامت روزی نیست که کسی بدون اذن خدا بتواند سخن بگوید، و اگر کسی هم بخواهد شفاعت کند باید به اذن خدا باشد، و خدای سبحان هم درباره شفاعت به چش خواست اذن بدهد شفاعا کیانن، مشفوع له کیانن، مخصوصا در قرآن بیان فرمود، روایات هم بیان کرده است که بحث جدایی خواهد آمد. در قیامت همین که انسان وارد ساحره قیامت شد بدون اذن خدا نمیتواند سخن بگوید، اگر بخواهد درباره کسی شفاعت کند باید به اذن خدا باشد. لذا در سوره عبس فرمود همه سرگرم کار خودشونه، نیکان سرگرم لذت هست، بدان سرگرم عذاب هست. پس هیچ کسی به فکر دیگری نیست. لذا در همون سوره مبارکه عبس بعد از اینکه اصل جریان را که تلاوت شده است فرمود لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، قبلش اینچنین فرمود، فرمود قیامت که فرا رسید پیدا جاءت ساخته، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، انسان از ارحام و بستگان خود می گریزد. اگر خوب است از اینها می گریزد، برای اینکه خوب بود از بد فاصله بگیرد. اگر بد است که گرفتار کار خودش است، اون روز خوب حق ندارد به فکر بد باشد. مثل دنیا نیست، در محکمه عدل اله کسی مجاز نیست به فکر دیگری باشد، که اون دیگری اون روز ظالم شناخته شده. حرف همه انبیا را پشت سر گذاشت، به هیچ وجه به صراط مستقیم نزدیک نشد. لذا همه از دیگران می گریزن، هم نیکان موظفن که فاصله بگیرن، هم بدان.
نیکان برای آنکه بدون اذن خدا سخن نمیگویند و خدا اذن نمیدهد درباره ظالمین کسی حرف بزند. نمونش آن است که به نوح پیغمبر فرمود تو هستم با من درباره ظالمین سخن نگو. اینی عیزو کن تکون من الجاهلی. با اینکه نوح سلام الله به چیزی به خدا عرض نکرد. عرض کرد که شما وعده دادید اهلم رو حفظ کنید و پسر من اهل من است. باری تعالی فرمود به این که او اهل تونی، او اهلیت ندارد. انه لیس من اهلک. قبلش هم فرمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. اصلا با من درباره اینا صحبت نکن. اینها کسانی نیستن که تو مجاز باشی با من درباره اینا صحبت کنی. من که ما تمام مهلت ها رو دادیم، تمام حجت الهی برای اینا روشن شد. لیهلک من هلکن بیان شد. اونگاه فرمود این که به اذن خدا یک توبیخی است برای اینا. بحثش قبلا شد، هم خزانه جهنم سال میکنن، هم بهشتیان سال میکنن. خزانه جهنم وقتی که جهنمیا رو میخوان وارد جهنم کنن سال بکنن الان یعتکم نزید، مگر پیغمبر نیامد؟ چرا حرف آن رو گوش ندید؟ بهشتیان هم از اونا سال میکنن ما سلککم فی سقر قالو لم نکن من المصلین. این چی نیست که به فکر اونا باشن، یعنی شفاعتی کنن، مشکل اونا رو حل کنن. شفاعت یه مرحله‌ای دارد که بحثش جداست و کتاباً و سنتاً شفاعت ثابت شده است. برای شفاعت باید بحث علایدی کرد. بله، در سوره عبس فرمود به این که اینا از یکدیگر فرار میکنن. سخن این نیست که کسی به داد کسی میرسد، سخن آن است که همه از یکدیگر فرار میکنن. این معنا را که به عنوان اصل کلی بیان فرمود که لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی سرگرم کار خودش است، بعضی سرگرم لذتند، وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره، و بعضی گرفتار عذابند، وجوه یومئذ علیها غبره ترهق و قطره اولئک هم الکفره الفجره. این معنا را در آیات فراوان به صورت‌های جزئی تر بیان کرد. در سوره مبارکه انفطار آیه 17 به بعد این است، خدای سبحان به رسولش میفرماید به این که و ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین. شما نمیدانید قیامت چه خبر است. وقتی خدای سبحان به رسولش هم که تعبیری بفرماید، پیداست بس قیامت و اصل ظاهر به درک ما نخواهد آمد. ثم ما ادراک ما یوم الدین، خب در اون روز چه خبر است؟ یوم لا تملک و نفسون به نفسون شیعا ول امرو یوم عزین لله، احدی برای احدی نمیتواند کار کنه. تمام کارها مال خداست، گرچه امروز هم تمام کارها مال خداست و در قیامت ظاهر میشود کار مال خدا بود، ولی در دنیا این حجاب هست. انسان خود را یا دیگری دار صاحب اثر میپندارد، ولی در قیامت این حجاب ها برطرف می شود، معلوم شود و الامر یوم عزین لله. پس هیچ کسی مالک چیزی در قیامت برای کسی نیست. اگر این چنین شد، همه راه های نجات از عذاب بسته است. کسی بخواهد رو قدرت های تکوینی مشکلی را حل کند، توان اون را ندارد. رو کارهای اعتباری و قراردادی مثل خرید و فروش مشکل را حل کند، اون قدرت را ندارد، چون در اونجا نظام قراردادی و اعتباری راه ندارد. بیعی باشد، خرید و فروشی باشد، چیزی بدهن، چیزی بستانن، این چنین نیست. اون را در آیات دیگر مشخص فرمود که اصلا قیامت جای خرید و فروش نیست. نه، اون که بساط دنیا برکبی می شود و الارضو جمیعن قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، بساط کل آسمان زمین را جمع میکنند و زلزله سمایی و آسمانی پیش بود، عالم را میتکانند. این زلزله ساعت شیء عظیم، بعد کل آسمان زمین وضعش عوض میشود. یوم تبدل و ارض غیر الارض و السماوات، یعنی کل زمین آسمان اوضاعش عوض میشود. اونگاه قیامت بخواهم. نه، قیامت اولش این که این است، بعد وارد بهش جنده میشند. همین که قیامت ساخه قیامت فرارسید، حکم دنیا منقطع می شود. حکم قیامت آن است که یأتی لا تکلم نفس الا باذنها، یوم یفر المرء من اخیه. مانند آن قیامت
روزی نیست که احکام دنیا در اون روز ظاهر باشد. در آیه 254 سوره مبارکه بقره این است که یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. فرمود مؤمنین اون چه که ما به شما دادیم در راه خدا انفاق کنید قبل از آن که روزی فرا برسد که در اون روز اصلا خرید و فروش نیست، روزی نیست که انسان با روابط دوستی مشکل را حل کند، روزی نیست که از کسی شفاعت پذیرفته شود. نه انسان میتواند شفیع دیگران باشد مگر به اذن خدا، نه که میتواند مشفوع له باشد مگر به اذن خدا. ولی اصلا بیع و خله نیست، این نفی جنس است، خرید و فروش در اون روز نیست. مسئله خلت و دوست بازی نیست، نه روابط است نه ضوابط. انسان یا گاهی خود کار میکند مشکل حل میکند، این میشود دی، این میشود کس و مانند جو، یا دوستی دارد که مشکل او را حل میکند، این میشود خله، خلیل آدم، حبیب آدم مشکل آدم را حل میکند. فبود اون روز جایی نیست که خلیل آدم به فکر آدم باشد، خلتی نیست، رفع خلت و حاجت نیست، صد خله اینی، نه دوستی به فکر دوست است، نه بیع و تجارتی در اون روز راه دارد، اصلا روز روز خرید و فروش نیست. لا بیع و فیه ولا خله ولا شفاعه. بیع و خله به عنوان نفی جنس نفی شده است، ولی شفاعت به عنوان مطلق نفی شده است. البته آیات بعد تغییر می زند این را، هم شفاعت حق از شافع مشخص است کیست، مشفوع له مشخص است کیست. نه اونجا هم همه این خواستن ذلت است، معذورن که ذلیل بشود، معذورن که جواب اخطاء بشنود. در اونجا وقتی از اهل بهشت سوال میکنن که اون چه که خدا به شما روزی کرده است از آب بهشت و از غذای بهشت به ما مرحمت کنید، جواب ند ان الله حرمهما علی الکافرین. اینا همین مقدار معذورن که جواب خزیامیز بشنون. بنابراین در قیامت اصل بیع و خلت نفی شده است، چون که کار هم از انسان منقطع است. انسان در دنیا مشکلش را یا با علل و اسباب انجام میدهد یا با روابط و انساب انجام میدهد، یعنی یا خود کار میکند مشکلش را برطرف میکند، یا اگر خود توان کار را ندارد به وسیله پدر و برادر و فرزند و قوم و قبیله مشکل او حل می شود. در قرآن کریم راجع به هر دو مطلب فرمود به این که قیامت بساطش جمع شده است، هم در باره ضوابط و علل و اسباب فرمود تقد تاعت به همال اسباب، کسی نمی توان از راه سبب مشکل را حل کنه، و هم در باری روابط و انساب فرمود وقتی نسخ سو شد فلا انساب بینه هم، چون همه از خاص برمیخیزن، دیگر سخن از پدر و پسری نیست. اون که در سوره عبس فرمود یوم یفر المرء من اخی، یعنی من الذی کان فی الدنیا اخن له، نه در اونجا کسی برادر کسی، چون برادری و پدری و پسری در یک نظام توالد و تولید است، اما وقتی همه یک دفعه سر از خاک برمیدارن سخن از پدر و پسری نیست. لذا نه اسباب در اون روز سهمی دارد چون تقد تقد به همال اسباب، نه انساب و روابط در اون روز موثرن چون فلا انساب اینه هم. برابر این انسان هیچ کاری از او ساخته نیست در برابر اون عذاب، نه از کسی که در دنیا برادر او بود، وگرنه وقتی پدر و پسر با هم از خاک برمیخیزن یک کسی والد نیست دیگری ولد نیست. اگر در باره قیامت گفته شد اب و اخ، یا اب و اب، یا والد و ولد، به علاقه ماکان است، یعنی اونها که در دنیا پدر و پسر بودن، وگرنه اینا همه در آخرت یک جا سر از خاک برمی‌دارن که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، یعنی اونها که در دنیا پدرشون بودن به انتظار اونها به سر میبرن و این زمینه رحمت برای اولیا خواهد بود که فرزندان صالح داشته.
اما این چنین نیست که پدر و پسر در اون روز روی توالد یکی بشه پدر دیگری پسر، بلکه همه دفعتاً به اذن خدا سر از خاک برمی‌دارن. و اگر گفته شد یکی پدر و دیگری پسر، یعنی یکی در دنیا پدر بود و در دنیا دیگری پسر بود. بنابراین اون روز هیچ راهی برای تحصیل کمال برای انسان نیست. لذا در سوره مبارکه انعام آیه 158 می‌فرماید این که یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. اگر این آیه ناظر به قیامت باشد، نه روز عذاب دنیا، معناش این است که در قیامت کسی که در دنیا ایمان نیاورد یا ایمان آورد ولی از ایمانش نفعی نبرد، در قیامت سودی ندارد. لا ینفع نفسا ایمانها، اون روز اگر بخواهد ایمان بیاورد اون ایمان نافع نیست. ایمان چه گروهی نافع نیست؟ ایمان کسی که لم تکن آمنت من قبلو، در دنیا ایمان نیاورد، یا اگر ایمان آورد ما او کسبت فی ایمانها، چه این کسبت اثبت بر آمنت اثبت بر منفی، چه نفع رو او هم در می آید. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یا ایمان آورد ولی فقط به اعتقاد بسنده کرد، عمل نکرد، خیلی از ایمانش نبود. پس اگر کسی ایمان بیاورد و برابر ایمان عمل کند، در قیامت راه نجات دارد. و اگر کسی ایمان نیاورد در دنیا، یا ایمان بیاورد ولی از ایمانش بهره عملی نبرد، در قیامت ایمان او سودی ندارد. لذا تمام الالاسباب بسته است. این معنا که اسباب و انساب در قیامت بساطشون منقطع شد، در آیات گوناگون به صور جزئی بیان می شود. درست است این لذتی است که پدر در قیامت پسر را در کنار خود در بهشت ببیند، اما اونجا هم اشاره شد که این که فرمود و الحقنا بهم ذریتهم، خدای سبحان وعده می دهد که مؤمنان وقتی بهشت رفتن ما ضراری اینها را به اونها ملحق می کنیم و ما علتناهم من عملهم من شیء، ما از اعمال اینها چیزی کم نمی کنیم، ضراری صالح را به اینها ملحق می کنیم برای اینکه قره عینی باشد. همه و همه به لحاظ دنیا، وگر در آخرت کسی پدر کسی نیست، چون با هم از خاک سر بر می دارد. انسان وقتی که در آخرت با پسرش سر از خاک برداشت، لذت می برد که با هم در بهشت باشد، اما نه به این معناست که در اونجا یکی پدر از دیگری پسر. ایمان جزئی است از وظیفه، هم عمل لازم است هم ایمان. در اون روز این معنا را خدای سبحان در سوره شعرا هم مشخص فرمود که چیزی نافع نیست مگر قلب سلیم. آیه 88 و 89 سوره شعرا این است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این از باب سالبه به اتفاق موضوع است، یعنی مال و بنونی نیست، نه اینکه مالی انسان دارد بنونی دارد به حال انسان نافین، الا من اتى الله بقلب سلیم. اونگاه درباره خصوص پدر و پسر که مهمترین نقش اجتماعی را اینها نسبت به هم دارن، در سوره لقمان بیان فرمود. آیه 33 سوره لقمان این است که یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. خب اگر پدر و پسر به داد یکدیگر نرسند، بیگانه البته به داد دیگری نمیرسد. این بیان فرد کامل است. اگر هیچ کاری پدر برای پسر نکند و هیچ کاری پسر برای پدر نکند، خب از دیگری که ساخته است؟ این شیئن نکره در سیاق نفی است، یعنی هیچ کاری از این ساخته نیست. از روزی بترسید که لا یجزی والد عن ولده،
ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیات الدنیا ولا یغرنكم بالله الغرور. پس مسائل خانوادگی در قیامت مطرح نیست. قراردادهای اجتماعی را هم فرمود که روزی که لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اون را در سوره دخان آیه 41 بیان کرد. فرمود ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. اون ولایت ها چه ولایی که در دنیا به عنوان ولای عتق مطرح است، ولای زمان جریره مطرح است و امثال ذالک، چه ولایهای دیگر، هیچ مولایی از مولا علیه حمایت نمی کند. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم، که این تلیعه بحث رحمت و شفاعت است که کم کم سخن اونها به میو خادم. یعنی در قیامت کسی پدر و کسی پسر نیست، چون هر دو وقتی با هم از سر خاک برداشتن توالد نیستایی که پدر باشد دیگر پسر، همون گذشته است. اگر انسان خاطرات گذشته را در دنیا داشت، در قیامت حفظ کند، لذت میبرد که زحمات او هدر نرفت، لذت میبرد که زحمات او در دنیا هدر نرفت، پسرش به بهشت آمد. وگرنه اونجا کسی پدر باشد و دیگری پسر، این چنین نیست. درست است. حالا بحث شفاعت خواهد آمد به لطف الهی که از چه گروه شفاعت میکنن. یعنی اینا همه به علاقه ماکان است، کسی که در دنیا پدر او بود، نه اینکه در آخرت یکی پدر است دیگری پسر. چون وقتی هر دو مردن و هر دو سر از خاک برداشتن، توالدی در کار نیست تا یکی پدر باشد دیگری پسر. یکی از جزئیات و فروع مسئله. خب والدین حقیقی در دنیا و آخرت محفوظ است، چون از خاک برنخواستن. اونجا انا و علیان ابا و حاضر الامبه، این درست است. اون که از دنیا نشأت نگرفت، اون در قیامت هم همینطوره. ملت و ابیکم ابراهیم در دنیا و آخرت هست. انا و علیون ابا و حاضر الامه در دنیا و آخرت هست. آیه 111 سوره نحل گوشه از این گوشه های انقطاع سبب و نسب رو بیان میکنه. میفرماید به این که یوم تاتی کل نفسین تجادل عن نفسها، هر کس به جدال به نفع خود سرگرم است، کسی به فکر دیگری نیست. و توفا کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون، چون هر کس سرگرم کار خودش هست، بنابراین به فکر دیگری نیست، مگر نیکانم که قدرت دارن به فکر افتادها باشن، اون هم که بدون اذن خدا کار نمی کنن. بدان که اصلا فرصت ندارن به فکر دیگری باشن، فقط نیکانم که این قدرت را دارن و این قدرت شما باید به اذن خدا اعمال بشود. نور مسئله شفاعت، اون که بد است قدرت این را ندارد که برای دیگری قدم بردارد. تو یاد رو کن نفس عن نفسها. در همین بخشی که سوره مبارکه انعام می فرمود اگر کسی ایمان نیاورد یا از ایمانش استفاده نکرد، در قیامت بهره از ایمان جدید نمی برد. می فرمود اینکه هیچ کسی بار دیگری را نمی برد. آیه 164 سوره انعام همین است که کسی بار دیگری رو نمی برد. ولا تکتب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، که تلیعه آخرت رو طرح می کند. می فرماید هیچ باربری بار دیگری رو نمی برد. وازره اون نفسی که خود وزر دارد، اون نفسی که وزر و بار سنگین خود را حل می کند، دیگر باربر دیگری نیست. پس هیچ باری را دیگری بر انسان نمی برد. لا تزر وازرتون وزر اخرى، یعنی وزر وازرتن اخرى، که اخرى صفتی است برای موصوف محضوب. وزر نفسن اخرى، وزر وازرتن اخرى. و اگر درباره ادعی آمده است که اینها لیحملون اثقالا مع اثقالهم،
نه یعنی بار دیگران را میبرن. کسانی که باعث گمراهی عده‌ای شدن، نه اینکه بار افراد گمراه شده را میبرن که افراد گمراه شده سبکبار باشن، این چنین نیست. این گمراه کننده ها هم بار خود را میبرن، هم معادل بار گمراه شده ها را میبرن، بدون اینکه از بار گمراه شده ها چیزی کم باشد. نفرمود ولی یحملون اثقالهم مع اثقالهم، فرمود ولی یحملون اثقالن مع اثقالهم. یعنی گمراه کنندگان گذشته از اینکه بار خود را میبرن، یه سلسله بارهای اضافی هم باید ببرن چون دیگران را گمراه کردن. اما این چنین نیست که گمراه شده ها بی بار باشن، بار هیچ کسی را در قیامت دیگری نمیبرن. و اونها که گناهانشون بیشتر است، لیحمل و اوزار هم کاملتا یوم القیامه. در یه بخش قرآن نفهمد این که اینا یه بار سنگینی میبرن چون گناه سنگینی کردن. در بخش دیگر نفرمد این که اینا گذشته از اون اثقال خود یه اثقال دیگری را میبرن، لیحملون اثقالن ما اثقالهم، یا لیحملو اوزار هم یوم القیامه. این چه نیست که هیچ کدام از این دو تا آیه تلاوت شده مقید آیه سوره انعام باشه که لا تزرو وازرتون وزر اخرى. این از اون آیاتی است که تغییب نشده و نمیشود. این چه نیست که باربری بار دیگری رو حمل بکند، هر کسی بار خود رو میبرد. اونه که بار اضافی میبرن چون کار اضافی کرده، اونه هم گمراه شدن هم گمراه کرده، لذا اوزارشون کامل است و اثقالی روی اثقالشون آمده است. پس این چنین نیست که لا تزر و وازرتون به ازر اخرى تغییر شده باشد. در سوره مبارک ابراهیم وقتی خصیصه قیامت را بیان میکند، آیه 31 میفرماید قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، که اصلا هیچ گونه داد و ستد در اون روز نیست، هیچ گونه خلیل و حبیب و رفیق یابی هم در اون روز نیست که بار انسان را رفیق انسان ببرد. این چنین نیست. مسئله تجسم اعمال امثال ذلک در آیه بحث‌های قبل، یعنی آیه 25 و 26 همین سوره مبارکه بقره مبسوطا بحث شد که کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابه ها بحث شد. حالا ممکن است مناسبت های دیگر این بحث بشود. در همون سوره مبارکه نحل آیه 25 فرمود لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون، از سنخ اوزار دیگران هم میبرند، نه این من تبعیضیه باشد، یعنی بعضی از گناهان اونا رو میبرند. این چنین نیست، هر که گناه کرد بار خود را باید ببرد. اگر کسی گمراه شد، این چنین نیست که اون گمراه کننده بار این گمراه شونده را ببرد و این بیبار باشد. این چنین نیست. گمراه کننده باری دارد که گمراه شونده باری دارد که باید ببرد، منتها گمراه کننده بار بیشتری دارد. اگر گمراه شونده بدون حجت و بدون بیانه رها می شد، حق با او بود. اما وقتی خدا سبحانه و تعالی ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، عقل از درون وحی از بیرون به اهل که من حرکن بیانه، پس همه بعد از قیام حجت گمراه شدند. اگر این چنین است، پس وزر خود را باید خودشون حمل کنند. بنابراین در مسئله غیبت، اون هم در حقیقت عمل خود انسان است، یعنی مظلوم شدن و حیثیت انسان رفتن، این زمینه می شود در دنیا جای نقل و انتقال است، در آخرت ظهور می کند، نه در آخرت جای نقل و انتقال باشد. در آخرت می بیند به اینکه اعمال به حساب او نوشته شده، اون صاحب عمل می بیند به اینکه اعمال او در دفتر عمل او نیست. در دنیا نقل و انتقال شد، در قیامت ظاهر می شود بر اینا. پس تا الان این چنین روشن شد که در قیامت کاری که انسان با اون کار بتواند سودی جلب کند یا ضرری دفع کند در اختیار او نیست.
انسان فقط به فقط در کنار سفره عقیده و خلق و عمل خود نشسته است و بس. از خلق بد داشت. فرق خواب به قیامت النوم اخو الموت این است که اون بیداری تو این خواب است، او قوی است و این ضعیف است. کاری از انسان ساخته نیست که مشکل خود را حل کند. انسان فقط مهمان است، میزبان انسان عقیده اوست و خلق اوست و عمل او. حالا تتمش در بحثای بعد. والحمد لله رب العالمین.